دوباره خوش اومد میگم عزیزان، اخچیان عزیز، و دوباره صبح شما بخیر یا ظهر شما بخیر، هر جایی که در دنیا هستیم با ما بس شدین. امروز هم میخواییم جلسه دوم اخچیان رو ادامه بدیم. میخوام برای کسانی که منو نمیشناسن معرفی کنم، اسم من آلبرت بابایان هست و من شبانی کلیسای آلفا اومگا در هامبورگ هستم و اینجا کلیسای فارسی زبان، افغان زبان، با هم جمع شدیم، کسانی که برای زبان فارسی رو یا صحبت میکنن و خوشحال هستیم که میتونیم به شما امروز هم خدمت کنیم. جلسه اخچیان رو میخواییم طبق هفته گذشته که صحبت کردم سلسله مراتب چیز شده، ساخته شده، و میخواییم کوتاه بررسی کنیم برای درسایی که هفته گذشته ما صحبت کردیم. و همینطور که گفتم، این جلسه اخچیان هدف ما اینه که واقعا نقشه خدا برای انسان، برای ما، برای شما روشن کنیم. خدا چرا منو خلق کرده؟ هدفش از اول چی بود؟ چرا من زندگی میکنم؟ چرا الان من اینجا نشستم؟ هدف زندگی من چیه؟ آینده چیه؟ این سوالهای خیلی سوالهای مهم هست که میخوایم امروز هم دوباره صحبت کنیم، و مخصوصا توی اخچیان خیلی مهمه. زمانی که میخوایم به شناخت عیسی مسیح برسیم، باید اصلا ببینیم که چرا عیسی مسیح، ما میگیم که پسر خودش، چرا آمده، چرا مصلوب شده. این همه چی به هر حال یک هدفی هست، یک نقشه‌ای بود که خدا برای انسان چیز کرده، درست کرده. الان اگه این نقشه خدا رو نفهمیم، درست متوجه نشیم، نمیتونیم درست متوجه بشیم که چرا الان عیسی مسیح، ما میگیم پسر خداش، چرا آمد، چرا مصلوب شد. به این خاطر اولین اشاره‌ای که توی کتاب مقدس خدا زمانی که آسمون‌ها و زمین رو خلق کرده، اولین اشاره ها چی بود در مورد انسان؟ که خداوند گفت انسان رو به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم، تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت کنند. این اولین اشاره‌ای هست که عیسی مسیح یا خدا در مورد انسان اعلام کرد. یعنی تو فکر خدا این بود که انسان رو به شباهت خودش، شبیه خودش خلق کنه، که آخرش هم متوجه شدیم که چرا، برای حکومت، همینطور که گفته. چون شبیه ما، شبیه خدا خلق شدیم و خدا حکومت میکنه، ما هم بتونیم هر چیزی که خدا خلق کرده به دستای ما بده، این دنیا رو که خلق کرده، که ما حکومت کنیم. بعد از این قسمت دوم دیدیم که خدا به چه دلیلی میخواست ما رو شبیه خودش خلق کنه. چون خدا اهل خانواده‌ای بود، خدا دنبال خانواده‌ای هست که ذات خودش رو داره و همینطور ماهیت خدا رو داره. و همینطور قسمت سوم گفتیم که هدف یا انگیزه خدا چی بود، به چه دلیلی خدا اصلا دنبال یک خانواده ای بود و که ما رو شبیه خودش خلق کرد. و این انگیزه محبتش، چون خدا محبته، از حیثیت محبت خودشه که به ما وسیله عیسی مسیح نشون داد. یعنی چون خدا محبته، به این خاطر ما رو خلق کرده. و هفته گذشته هم همینطور در مورد صحبت کردیم که زمانی که ما اینجا نشستیم، از هر جای دنیا هم نشستیم، محبت خداست که خواست تو باشی، شما باشیم و شما به دنیا بیاییم. اینم انگیزه خدا بود. بعد از این بنا بود انسان جلال الهی رو داشته باشد و آن را ظاهر کند. چون ما شبیه خدا هستیم، خدا پر از مهر و محبت، فیض و راستی، و همینطور هم خدایی هست که برحال یک جلالی داره. و زمانی که ما فرزندان خدا هستیم، یعنی خدا ما رو برای خلق کرده که خانواده داشته باشه، همینطور ما داریم این جلال رو نشون بدیم. یعنی ما شریک، یعنی انسان بایدی شریک جلال او باشه و همینطور هم اینم در این دنیا نشون بده. این چیزایی هست که الان خدا در فکرش بود. الان چه چیزایی شده؟ الان چرا دنیا در این وضع افتاده؟ امروز هم در موردش صحبت میکنیم.
و بعد از این چون فرزندان خدا هستیم باید وارث ملکوت او نیز باشیم و خدا زمانی که خلق رو آفریده از خلق آنچه که آرزو داشت و از چیزی که میخواست هر نقشه‌ای که داشت برای انسان از این فکر خوشنود بود. اینم هفته گذشته کسانی که هنوز این جلسه رو هفته گذشته ندیدن خواهش میکنم میتونین برین توی سکرول کنین پایین، اونجا جلسه اول هست، اونجا بیشتر همه چی رو توضیح دادم. یعنی خب برای خوشنودی خودش بود. این یه چیز خیلی مهمه که زمانی که یک شخصی، الان ما خودمون یک کاری میخوایم انجام بدیم، یک کاری انجام دادیم، آخر میگیم واقعا خوشنود هستم، یعنی من خوشم، لذت میبرم از این کاری که من الان کردم. و الان هم اینجا هم خدا زمانی که این فکر رو داشت انسان رو به شباهت خودش خلق بکنه و همینطور هم مال خانواده خودش که ذات و ماهیت او رو داشته باشه، از این چیز خوشنود بود، لذت میبره خدا. یعنی خدا لذت میبره که شما هستین. دوباره میگم چه وضعیتی الان افتادین یه چیز دیگه است. بعد از اول، از ابتدای این، قبل از بنیاد عالم، خدا این فکر رو داشت و از این فکر خوشحال بود، لذت می برد. و همینطور هم آخرین قسمت که همینطور زمانی که انسان شبیه خودش باشه، ماهیت خودش رو داشته باشه، اینم توی افسسیان باب 1 آیه 56 اینجا هفته گذشته خوندیم که میگه که قبل از بنیاد عالم خدا ما رو خلق کرد که در حضور وی در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. و این فکری بود که خدا از ابتدا داشت برای ما و از این چیز لذت می‌برد. و این یه چیزی هست که مربوط به الان ما هستیم، چقدر ما باور می‌کنیم کتاب مقدس، چقدر باور می‌کنیم که الان در هر جایی که دنیا قرار گرفتی، در هر مشکلی قرار گرفتی، در هر فشاری هستی، در هر ناامیدی شاید قرار گرفتی، یه چیزی هست که این واقعیت الان ما در اونجش قرار گرفتیم. حقیقت یه چیزی دیگه است. حقیقت و واقعیت دوتا چیزای مختلف هست. حقیقت اینه که خدا ما رو با عشق، با محبت خلق کرده. حقیقت اینه که خدا خوشنود تو باشی. حقیقت اینه که خدا تو رو، یا ما رو، شما رو عالی خلق کرده. خدا هیچ موقع چیزی بدی خلق نمی کنه. هر چیزی که خلق می کنه عالیه. این حقیقته. واقعیت اینه که الان من خودم رو نگاه می کنم می بینم چرا پس من اینطوری زندگی می کنم. پس اونجا یه اتفاقی افتاده که مثل این که الان خدا یک نقشه‌ای برای انسان داره و این نقشه رو، از این نقشه هم خوشنودم هست. فقط یه اتفاقی افتاده که ما مثل اینکه از یه نقشه بیرون آمدیم، یه چیزی شدیم که نباید می شدیم. و این چیزهایی هست که تو همون جلسه حقجویانه که سعی می کنیم برای شما باز کنیم که اول نقشه خدا برای ما چیه و دوم اینه که چه اتفاقی افتاده، آخرش می بینی که چطور خدای کارهای خودش انجام داده، عملهایی که خودش انجام داده که ما رو دوباره برگردونه به نقشه اول خودش. پس تقریبا مثل این که نقشه خدا تقریبا این، اگه میخوایم مثل گرافیک چیز کنیم، این بود و یه اتفاقی افتاد، یک سقوطی افتاد. الان خدا چه کارایی کرده که ما رو دوباره برگردونه، دوباره این راه رو که این فکرهایی که خداوند برای ما داشت اینا ادامه بده. آمین. و مهم اینه که عزیزان، هر چقدر در هر وضعیتی شما قرار گرفتین، در هر مشکلی ناامیدی هستین، همینطور هم شاید دعا کردین، شاید فریاد کشیدین و میگی خدا تو کجا هستی، چرا من در این حال باید زندگی کنم، چه بدبختی در زندگی من هست، همینطور هم توی حکومتی هستی، الان ایران هستی، افغانستان هستی، هر جایی دنیا هستی، الان تو اروپا به حال ما راحت حداقل میتونیم زندگی کنیم، فقط افرادی که الان توی کشورهایی هستن که اونجا جفا هست، فشار هست، واقعا اونجا هم نمیتونیم حتی خودمون باشیم، اینا باید دائما یک زیر دستور چیزی باشیم، یک قدرتی باشیم که حتی نتونیم زندگی خودمون رو درست زندگی کنیم، با ترس و ناراحتی زندگی میکنیم. بعد میخوام دوباره بگم این حقجویان برای اینه که نه فقط الان از این
حکومت بیرون بیایین. این حقجیان اینه که در هر جایی که دنیا هستین خدا بیاد با شما ملاقات کنه، زندگی شما از طریق روح و نفس و بدن تازه کنه در هر جایی که هستین. چون آرامش یه چیزی نیست که الان بیایم مثال میگم توی کشور دموکراسی اینجا زندگی کنه الان میگین که من اینجا آرامش دارم. من فکر از شما میپرسم، شما که دو آلمان هستین آیا واقعا این آرامش رو دارین توی یک کشور دموکراتی؟ نه، اینجا مشکلای زیادی هستن، فشارهای زیادی هستن، خبرهای بدی هستن و انسان نمیتونه همه چی رو کنترل کنه. ما نمیتونیم کنترل کنه. تو نمیتونی تو بری توی خفا اونجا توی اتاق بشینی و میگی که من از همه چی کنار میکشم که هیچ صدمه‌ای نخورم. ما توی جامعه زندگی میکنیم و هر آن یه اتفاقی خواهد افتاد، کنترل هم نداریم. و زمانی که خبر خوش به شما میگم، زمانی که وصل میشیم به اون هدف خدا، زمانی که با عیسی مسیح ایمان میاریم، اصلا کلن زندگی تو نه اثر فیزیکی اینطوری بگم بلکه اثر روحانی وصل میشیم به اون خدا که سرنوشت زندگی تو رو بر میداره به شرطی که تو باور کنی. دیگه این اتفاقاتی که در این دنیا میفته تو رو ناامید و خورد و له نمی کنه، بلکه سرنوشتت میاد زیر دست خدا و خدا بهترینش رو برای تو داره، آینده رو برای ما داره. در هر موقعیتی شما قرار بگیرید، چون آرامش یه چیزی هست که در تو باید اتفاق، در روح تو باید اتفاق بیفته، در قلب تو باید قرار بگیره. کلام خدا میگه که عیسی آرامش ماست. الان زمانی که این آرامش الهیه، آرامشی نیست که میره بالا پایین، زمانی که او رو قبول میکنیم و امیدوار هستم یک روز با تمام قلبتون ایمان داشته باشین که عیسی مسیح حیات ماست، به وسیله روح القدس این حیات رو دریافت کنیم، اون موقع این آرامش آسمون رو درک میکنیم، دریافت میکنیم و این نمیتونه هیچ کسی از تو برداره، حتی خبرهای بدم بیاد، چون میبینی که این آرامش تو رو نگه میداره. و همینطور هم زمانی که باور میکنی که اون خدا که پدر تو شده، پدر یعنی رابطه به وجود آمده نسبت به تو و خدا، نه پدر، دیگه اون موقع در این آرامش قرار میگیری در هر جایی که دنیا هم هستی و اونجاست که میدونی آینده تو عالی خواهد بود. منظور من این نیست که دوباره میخوام درست متوجه بشی، منظور من اینه که زمانی که تو مسیحی شدی همه چی حل میشه. فکر کنی مسیحی شدین الان هیچ مشکلی نکنی داشت، مشکلا خواهم بود، فقط مشکلا شما رو له و خورد نمی کنن. چرا؟ چون خدا در توست و این قدرت محبت خدا در تو رو نگه میداره و هر مشکلی به وجود بیاد این مشکلا باعث رشد روحانی تو میشه، تو بیشتر رشد میکنی، به شناخت خدا میرسی. زیبایی مسیحیت برای من خودم اینطوریه که مسیحیت یه چیزی ایست نیست که من ایمان آوردم تنها تمام شد، بلکه مسیحیت یعنی به شناخت خدا رسیدن. و الان این چیزها رو الان میگم، شاید الان هنوز اینطوری دریافت نکنین، چیزای سنگینی هست، یعنی با خدا آشنا شدن، یعنی با این یه چیز به فکر ما نمی گنجه میگم، یا خدا، با خدا آشنا شدن، با اون خالق آشنا شدن، فقط حقیقت اینه دیگه، واقعیت یه چیزی دیگه هست که الان ما درونش قرار گرفتیم. گود، این قسمت هایی بود که هفته گذشته ما در موردش صحبت کردیم و الان تو زمانی که الان میگم که خدا محبته، نه ببخشید، نه من نمیگم، بلکه کتاب مقدس میگه، من چشیدم و میچشم و در اون زندگی میکنم، خدا محبته، یعنی خدا محبت نداره، خودش ذاتش ماهیتش محبته. هفته گذشتم در موردش صحبت کردم، اگه خدا محبتی داشت مثل ما،
محبت میتونه کم و زیاد بشه. الان بهروز به من کاری بدی انجام بده، دوستش ندارم یا پایین. فردا دوباره مثال میگم، منو محبت کنه، محبت من میره بالا. محبت های ما انسان ثابت نیست. فقط خدا، کلام خدا میگه خدا محبت هست. یعنی ماهیت ذاتش محبته، کم و زیاد نمیشه. الان اگه مثلا من یه کارهای انجام بدم علیه خدا و خدا میگه الان محبت من نسبت به کم شده، پس چه کاری کردم؟ به فلقی تأثیر روی خدا گذاشتم، درست یا نه؟ تأثیر میذارم دیگه، یعنی خدا رو عوض میکنم. زمانی که با رفتار من یه چیزایی انجام بدم، خدا میگه الان نراحت، الان نه، محبت من کم شده. پس مثل این که خدای چیز نیست، خدای کامل نیست. انسان نمیتونه روی خدا تأثیر بذاره یا خدا رو، ماهیت خدا رو عوض کنه. خوشحال باشین، محبت خدا ثابته. بیستی جلوش، فوشم بدی، نمیدونم هر کاری میخوای انجام بدی، محبتش ثابته. بیشتر به خودمون ظلم میکنیم، متوجه هستیم؟ فقط زمانی که بر میگردیم میگیم ببخش خدا من منو، چون محبته و این شخصیت، ماهیت محبت اینه وفاداره، تا آخر وفادار میمونه. به این خاطرم خوشحال باشیم با اون خدایی که ما داریم، شما رو معرفی میکنیم وفادار. یعنی تمام عمرت خرابکاری کنی، آخرین لحظه بیای توبه کنی، میگه غلط کردم خدا من، منو عیسی مسیح ببخش، خدا میگه من تو رو میبخشم، چون ماهیتش اینطوریه. اگه افرادی مثل هیتلر بگم، یا آیت الله خمینی، یا فرال هر نامی میخوای ببری، هر ظلمی در این دنیا کردن، بیان آخرین لحظه به حضور عیسی مسیح توبه کنن، بازگشت کنن، یک من گناهکار هستم و من باور میکنم عیسی مسیح روی صلیب تو برای من مردی، گناه زیاد منو ببخش، خدا چی میکنه؟ میبخشه؟ در موقع حیات چی؟ به عیسی مسیح ایمان بیاره که عیسی مسیح پسر خداست، برای گناه های من مرده، باور میکنم عیسی مسیح مرده، بعد از 3 روز قیام کرده، زنده هست، و با اون خدای زنده میگم که من گناهکار بودم، من تمام عمرم خرابکاری کردم، آدم کشتم، یا مثل هیتلر یا افرادی دیگه هستن. و اونجا خدا طبق کلام خودش و طبق محبت خودش، طبقی که قولی داده، چون خدا، یا میتونم بگم محبت عادله، یا در محبت عدالته، میبخشه. بعضی وقت شده توی جلسه حق جوان همینطور اینو چیز کردم که گفتم که حتی هیتلر هم همینطور، یا آیت الله خمینی رو میبخشه، آخرین لحظه چیز میکنه. افراد بودن واقعا ناراحت شدن، عصبانی شدن، چطور میتونه خدا اونو ببخشه؟ چه ظلمی کرده؟ چون چرا اونقدر ضربه خوردیم نمیخوایم، میخوایم اون، مخصوصا کسانی که ظالم میگن، ظالم بودن، واقعا برن تو جهنم، خدا یه معجزاتی کنه از بین ببره. چرا؟ چون اونقدر زخمی شدیم فقط داوری میخوایم. پس زمانی که در مورد خودمون، به خودمون نگاه میکنیم، از خداوند رحمت میخواییم، چون ما خودمون رو مقایسه میکنیم به دیگران. حالا خودم رو نگاه میکنم، مثلا نسبت به شما میتونم بگم مثلا آدم نرمالی هستم، به آدم مثلا آدم کش نگاه میکنم میگم که آدم خوبی هستم، و یه کسی رو نگاه میکنم خیلی بهتره، پس میگم که آدم بدی هستم. خدا که ما رو نگاه میکنه، همه ما رو گناهکار نگاه میکنه. یک کسی از کمتر شاید گناه کرده، یک کسی از زیادتر کنه. فقط خدا این محبت خودش، عدالت خودش رو برای همه گذاشته. هر کسی ایماندار بشه، توبه کنه، بازگشت کنه، من میبخشم. چرا؟ چون خدای وفادار و امین هستم، روی حرف خودم میستم.
این خوبه برای ما، چون زمانی که ما متوجه بشیم که چقدر ظلم میکنیم، چقدر گناه میکنیم، حتی هم ایماندار هم بشیم به عیسی مسیح، به هر حال ما اونجا اشتباهات زیادی میکنیم، گناهایی میکنیم با فکرمون، با رفتارمون، درسته؟ اونجا هم دوست داریم خدا منو، عیسی مسیح منو ببخشه. به این خاطر میتونیم خوشحال باشیم که خدای مثل عیسی مسیح داریم که اینجا میگه که در محبت من وفاداری، در محبت من عدالت، در محبت من حتی اینه که حتی هم با این اراده‌ای که به تو دادم که تو تصمیم گیری کنی، حتی هم علیه منم تصمیم بگیری، عشق من کم نمیشه از تو. و دوباره میگم که بیشتر زمانی که علیه خدا هستیم به خودمون چیز میکنیم، آسیب میدیم. فقط الان برگردیم به خدا، به خدایی که محبت هست. و یکی از خصوصیت‌های محبت اینه که محبت دنبال مشارکته، دنبال رابطه هست، نه مشارکت، رابطه هست. نمیدونم هفته گذاشتم شاید یکم در موردش هم صحبت کردم، نه؟ اگه یک کسی رو دوست دارم، آهان یادم هست اینجا در مورد دوست دخترم گفته بودم، نه؟ برای زمانی که یکی رو دوست دارم میخوام با او رابطه برقرار کنم. الان منطقی هم نگاه کنیم، اگه بگیم و باور میکنیم، یک کوتاه تو پارانتز، باور کنی که خدا محبته و خدا همینطور هم خالقه و باورم میکنی که خدا شما رو خلق کرده، درست یا نه؟ پدر مادرت شما رو خلق نکردن، بلکه خداست. الان حتی منطقی هم فکر کنی، الان اگه باور میکنی که خدا محبته و باورم میکنی محبت دنبال رابطه هست، الان چی فکر میکنی؟ خدا میخواد با تو رابطه داشته باشه، با شما رابطه داشته باشه؟ باور میکنی؟ منطقیه. من اگه عاشق یک کسی باشم، دوست دارم دائما در اون در ارتباط باشم و محبت من ناقصه. الان خدا که محبت خودش محبته، پس چقدر زمانی که این چیزایی که به شما گفتم، خدا ما رو به شباهت خودش خلق کرده، از حیثیت محبت اوست، یعنی از این ریشه محبت اوست، یعنی انگیزه خدا محبت بود که منو خلق کرده و خدا دنبال خانواده هست و منو، یعنی انسان و بشریت خلق کرده که خانواده او باشه، که ماهیت او رو داشته باشه، یا پس باید باور کنم خدا میخواد با من رابطه، نه اینطوری حتی دوستی داشته باشه، صمیمی داشته باشه. خدا دوست داره با خلقت خودش رابطه برقرار کنه، نه یک طرفه که تو صحبت میکنه جا هیچ نمیشنی. خدا دوست داره، چون به ما زبان داده، خودش صحبت میکنه. خدا شبیه خودش خلق کرده دیگه، آمه؟ خدا گوش داده، پس خدا گوش داره، اگه به ما گوش داره چیز کرده، بخشیده، یا ما رو اینطوری خلق کرده. به این خاطر باید باور کنیم که باید، منظور من نیست که دستور نیست، باید باور کنیم، یعنی که اینه خداست، خدا میخواد با تک تک ما ارتباط قرار کنه. و تو کتاب مقدس اینجا میبینیم که مخصوصا تو عهد عتیق اینجا میبینیم که خدا خیلی به وسیله سمبول ها صحبت میکنه. سمبول یعنی تصویرایی هست، عکسایی هست یا داستانایی هست که به وسیله این داستانها، به وسیله این تصویرا ما میتونیم فکر با فکر خدا، با نقشه خدا آشنا بشیم. معمولا زمانی که یک قلب، الان هم اینطوری که ما این در قرن 21 الان این به وجود آمده، همه اینو نشون میدن، نشانه چیه؟ نشانه قلبه.
درسته؟ این قلب پس نشانه قلب نشانه چیه؟ محبته. من دو رو دوست دارم. یا؟ و خیلی خیلی سمبول هایی هستن. الان مثال میگم همون توی آهنگایی که مثلا چیز میکنن، چی میگن؟ میخونن و میگن که مثلا تو نفس من هستی، بدون تو نمیتونم زندگی کنم. نفس، خب الان نسیم میتونه نفس من باشه. یا؟ فقط نفس نشانه اینه که بدون نفسی میتونم زندگی کنم. پس میگم که مثلا میگه نسرین که همسر منه، میگم که تو نفس من هستی، یعنی بدون تو نمیتونم زندگی کنم. با این اشاره، با این سمبولی میخوام نشون بدم قلب من تو فکر من چه میگذاره. اگه میخوام یه چیزی نشون بدم، مثلا یک چیزی که آسیب دیده است، مثال میگم یک پرنده هست که بالها شکسته همینطور افتاده، یا این نشانه اینه که یک چیزی که یک حیوانی هست، یعنی شخصی هست که الان واقعا شکسته، الان نمیتونه برحال بپره، زخمی شده. پس سمبولای زیادی هستن که در این دنیا برای خودمون میتونیم درست کنیم و همینطورم خیلی تو آهنگا، مثلا آهنگای ایرانی که خیلی زیبا، کلمای زیبا استفاده میشه که احساس رو به همدیگه نشون بدیم. درسته؟ و همینطور هم الان میتونیم بگیم چرا ما شبیه خدا خلق شدیم دیگه. ما هم همینطور زمانی که میخوایم یه چیز رو نشون بدیم از طریق سمبول ها استفاده میکنیم. همینطور هم خدا از طریق سمبول ها نشون میده نقشه خودش، فکر خودش و مخصوصا چیزی که مربوط به رابطه او با ماست. و اینجا نگاه میکنیم میبینیم که زمانی که خدا الان نقشه خودش همه چی رو به ما نشون داد، بعد از این شروع کرد به عمل کردن و میبینیم که در پیدایش باب 1 آیه 27 اینجا الان خدا که گفته که آدم رو به صورت ما و شبیه ما خلق کنیم، اینجا میگیم که الان پس خدا آدم رو به صورت خود آفرید، او رو به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. در پیدایش باب 1 آیه 27. پس خدا چه کار کرد؟ آدم رو شروع کرد به خلق کردن شبیه خودش، نر و ماده، یا نه زن و مرد، نر و ماده. تمام این چیزا در خداست. بعد از این باب 2 آیه 7 میگه که خداوند خدا آدم رو از خاک زمین سرشت و در بینه وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. یعنی جا خدا روح خودش رو ندمید، بلکه روح حیات رو دمید و آدم شبیه خدا شد. نفس، یعنی نفس میشه اراده داشت، فکر داشت و احساس داشت. بعد از این خدا یک اشاره خیلی مهمی میکنه در پیدایش باب 1 آیه 2 تا 18 و 19 و میگه که و خداوند گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازیم. و خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که به چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم چی؟ حرز. چی؟ هرزی حیات را خواند همان آن او شد. اشاره ای که خداوند انجام میده، خوب نیست که آدم تنها باشد. این کی میتونه بگه؟ چه شخصی میتونه بگه؟ خوب نیست که آدم تنها باشد. کسی که یک کسی که دوست، رابطه دوست داره. یا خوب نیست که آدم تنها باشه. پس یک کسی هست که دنبال مشارکته، دنبال ارتباطه. خدا تنهایی رو دوست نداره. از آن هر کسی که در این دنیا هستین به
جلسمون نگاه میکنیم، شاید واقعا احساس تنهایی میکنین و هیچ کسی هم نیست که قلبتو باز کنه، به هیچ کسی هم اعتماد نداریم، به هیچ هر جایی که قرار گرفتین. به شما خبر خوش میدم، یه کسی هست میگه که خوب نیست که تو تنها باشی. فکرش فرق میکنه از فکر ما، پس یک هدفی داره. پس هر جایی که هستی احساس تنهایی میکنی، مطمئن باش خدا دنبال توست که تو رو به این مشارکت خودش، با این رابطه با خودش نزدیک کنه. تصادفی نیست که تو این برنامه رو نگاه میکنی. و در این دنیا واقعا تنهایی زیادی هستن، مخصوصا در این قرن 21 که دیگه همه خانواده هم از هم دیگه پاشیدن. یه زمانی بود حالا تمام خانواده اینجا جمع میشدن، در خانواده با هم زندگی میکردن، الان در حال حاضر در قرن 21 دیگه همه زندگی خودشون دارن و شکست میخورن، از اونجا شکست میخورن، از اونجا مثلا خیانت میشه، بعد از یه مدت کنار میکشن، توی یه قرنطینه خودش میفتن و تو افسردگی پیدا میکنن، اصلا نمیتونن رابطه برقرار کنن به انسان، ترس انسان قرار میگیره. این افرادی هستن که وارد الکل میشن، اون افرادی هستن مواد مخدر میشن، آخرش هم به خودکشی میرسن، چون ناامید هستن. من تک تنها هستم، هیچ کسی در فکر من نیست. به شما میگم عزیزان، خدا میگه که خوب نیست که تنها باشی. و همین اشاره‌ای که اون موقع گفته، خوب نیست که آدم تنها باشی، دوست عزیز هر جایی که هستی، خدا دنبال توست که تو رو به این مشارکت با خودش بیاره. پس خدا چه کاری کرد؟ الان خدا گفته که باشه، خوب نیست که آدم تنها باشه. الان در این دنیا چی بود؟ آدم بود و تمام حیواناتی بود. و اونجا خدا میگه که باشه، که الان من تمام حیوانات رو، همه چی رو میارم پیش آدم، و آدم به تو این اقتدار رو دادم، که حکومت کنی، درسته؟ یادتون هست نه؟ پس آدم تو میتونی الان شروع کنی به اسم دادن. بعد از اینم آدم شروع کرد، مثلا این فیله و این مثلا گوسفنده، به این میگم که نمیدونم شطوره، نمیدونم، شروع کرد به تمام اسم رو چیز کردن، نامیدن. بعد آخر تنها موند. آنچه آدم هزی حیات خواهد، همان نام خواهد شد. آیه 20 میگه که لیکن برای آدم معاونی موافق وی یافت نشد. یعنی آدم یک خلقتی بود که خدا شبیه خودش خلق کرده، حیوانات شبیه خدا نبودن، نفس نداشتن. پس هر چقدر آدم با این حیوانات میخواست رابطه برقرار کنه، اینا نمیتونستن متوجه بشن، درک کنن آدم رو. آدم تنها موند. ما با حیوانات میتونیم اونجا دوست داشته باشیم، باشون بازی کنیم، فقط رابطه نمیتونیم برقرار کنیم، چون ماهیت ما رو ندارن. به این خاطر برای آدم معاونی یافت نشد. بعد از این خدا الان وارد یه بخشی شد که یه کاری انجام بده که آدم تنها نباشه. معمولا نرمال زمانی که منطقی فکر میکنیم، خدا آدم رو خلق کرد و میتونست بگی الان تنهاست، الان یک هوایی خلق میکنم که دیگه آدم تنها نباشه، درسته؟ منطقی. آیا خدا میتونست یه هوایی خلق کنه شبیه آدم باشه؟ خب شاید مثلا یک هوایی خلق میکرد، برای خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست، و این کار رو نکرد. برحال خدا خدایی هست که قادر متعال، قادر مطلق، همه کار رو میتونه انجام بده، فقط این کار رو نکرد. بلکه میبینیم که در پیدایش باب 2 آیه 21 و 22 بیروز میتونی تو این رو بخونی؟
و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانی تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نسل آدم آورد. پس خدا از وجود آدم حوا را بنا کرد. آدم گفت این مانند خود من است، استخوانی از استخوانهایم و قسمتی از بدنم، نام او نساء است زیرا از انسان گرفته شد. آمین. سو پس اینجا میبینیم که خدا یک کار سمبولی کرد که واقعا با فکر خدا آشنا بشیم. خدا آدم رو خوابوند و از یه دنده‌ای برداشت، هوا رو ساخت. درسته؟ اینطوری نوشته. آدم رو خلق کرد، هوا رو ساخت. و زمانی که خدا آدم رو خوابوند، بعد از این آدم بیدار شد، همسرش رو هوا رو دید که از ماهیت ذات خودش بود دیگه. زمانی که نگاه کرده هوا، دیدی که یه توی قلبش یه اتفاقی میفته. و همینطورم هوا همینطور این که اینجا بود، چون شبیه آدم بود، میتونسته این انعکاس محبت رو یا عشق رو یا برحال هر چیزی که میتونید این چشمایی که نگاه میکنن، یه اتفاقی افتاد. چرا؟ چون هر دوتاشون شبیه خودشون بوده، یعنی یک خلقتی بودن که میتونستن الان با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. با حیوانات نمیتونستن چون خلقتش فرق میکرد، بعد با همدیگه میتونستن این ارتباط رو برقرار کنن. و گفته این استخون از استخون منه و این چی؟ گوشت از گوشت من و استخون از استخونم و از این نسا نامیده شوزی را که از انسان گرفته شده. بعد از این اشاره دیگه میکنه که میگه که باب 2 آیه 24، از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. این آدم بود، درسته؟ خدا حوا را از آدم برداشت و میگه که از این به بعد پدر مادرش رو ترک میکنه، با اوی پیوند میبرن و اونجا یک میشن. از دید خدا، الان نرمال نگاه کنین، از دید خدا یک مرد با یک زن ازدواج میکنه، یک عهدی میبندن، اونجا دوباره یک میشن. فقط الان در این قسمت زمانی که خدا اینو اشاره کرد، خدا گفته هر چیزی که از الان خدا انجام میده، خدا میگه که به این خاطر آدم پدر مادرش ترک میکنه و با همسرش اینجا یک تن میشن و خدا ایشان رو برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پرسازید. این تمام کلن خلقتی بود که خدا، یا فکری که خدا داشت، نقشه‌ای که خدا داشت انجام داد. همون گفته انسان رو به شباهت خودمون خلق کنیم که سلطنت کنن. الان خدا آدم رو خلق کرد، آدم رو خوابود، از آدم هوا رو ساخت و همینطور با هم جمع کرد و گفته که زوالان یادتون هست اینجا گفته که خدا نر و ماده هست، نه؟ خدا آدم رو خوابوند، نر و ماده، و همینطور هم نر رو برداشت و همینطور هم با هم دیگه دوباره تکمیلش کرد. سو این داستانی بود هست که الان اتفاق افتاده و الان میخوایم نگاه کنیم که چه ربطی داره به اون خدایی که محبته، خدایی که دنبال ارتباطه. همینطور هم قبل از این گفتم از خدا از طریق سمبولا صحبت میکنه. الان زمانی که نرمال نگاه میکنه میبینیم که سه تا تصویرهایی هست. یه دونه هست که الان این چیزی که صحبت کردیم، یک آدمی هست، یعنی زمانی که خلق کرده، تمام حیوانات هستن و تمام و همینطور هم هوا، و سه تا چیزایی هستن، سمبولایی هستن، آدم، هوا و همینطور هم تمام این حیوانات.
و اینجا آدم نگاه کنی یه تصویری برای خداست، حیوانات تصویری از فرشتگان که ذات آنها را از ماهیت خدا مختلف یعنی متفاوت می باشند، و همینطورم هوا که تصویری از انسان. اینا سه تا سمبولایی هست که خدا از این طریق این سمبولا می خواد به ما چیزی نشون بده. در پیدایش باب 1 آیه 24 و 25 خدا گفت زمین جانوران را موافق اجناس آنها بیرون آورد، بهایم و حشرات و حیوانات زمین را به اجناس آنها، و چنین شد. پس خدا حیوانات زمین را به جنس آنها بساخت و بهایم را و همه حشرات زمین را به اجناس آنها، و خدا دید که نیکوست. آمین. پس تمام خلقتی که خداوند خلق کرده، این همه چیز برحال برای تکثیره، یک بار مصرف نیست. یا یک درخت سیبی که کرده، تو این سیب همونطور دانه هایی هستن که همون ماهیت رو دارن که دوباره سیب رو تولید میکنن. هر چیزی که خداوند ساخته همینطور هم که اینجا که اجناس آنها موافق اجناس چیز کرده. و بعد از این اینجا میگه که و خدا دید که نیکوست. پیدایش باب 1 آیه 26 اینجا گفتیم که بیاین آدم رو به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا با بر ماهیان دریا چیز حکومت کنن. و در این قسمتی که در مورد فرشته ها اینجا صحبت میکنم، اینجا فرشته ها همین پایین نوشتن فرشتگان روحای خادم و خدمتگزار بودند که اراده و خاص خدا را اجرا میکردند. آنها از ذات خدا نبودند، یعنی فرشتگان شبیه خدا خلق نشدند، بلکه خدا این فرشتگان را خلق کرد مثل یک خادم که دستور خدا را انجام بدن. همینطور هم که نگاه میکنیم، خدا همینطور هم چیز حیوانات را شبیه خودش خلق نکرد، بلکه همین مثل الان چیزایی که خلق کرده، فرشتگان رو خلق کرده، خدا همینطور هم حیوانات رو اونجا خلق کرده در این دنیا. پس همینطور که فرشتگان شبیه خدا نیستن، همینطور هم به هر حال سمبولن که نگاه میکنم، حیوانات شبیه آدم نبودن. و پس همینطور هم که منطقی هم میگم که همینطور هم که آدم با این تمام حیوانات نمیتونه برقرار کنه، خدا میخواد نشون بده که بگه که من با فرشتگان، چون من ذات من ماهیت من فرق میکنه، فرشتگان شبیه من نیستن، نمیتونم اون ارتباط محبتی رو که میخوام داشته باشم با این فرشتگان انجام بدم. و الان که نگاه میکنیم، زمانی که آدم رو خوابوند و از آدم حوا رو خلق کرد، پس یه چیزی باید باشه که خدا از خودش باید یه چیز رو بسازه که بتونه شبیه، یعنی شبیه او باشه، که بتونه با او ارتباط برقرار کنه. متوجه هستین؟ آدم، حیوانات، خدا، فرشتگان. و زمانی که آدم رو خوابوند، از آدم حوا رو نه خلق نکرد بلکه ساخت، پس یه چیزی هست که باید از خدا به وجود بیاد که شبیه خدا باشه، که بتونه خدا بتونه با او ارتباط صمیمی داشته باشه. فقط خدا میتونه با یک موجودی رابطه صمیمانه محبت داشته باشه که از خودشه. اینجا هم که نوشتم، تنها خلقتی که دارایی ذات الهی باشد قادر است که محبت و عشق خدا را دریافت و تجربه کند و نیز منعکس نماید. تنها آن چیزی که ماهیت و طبیعت الهی دارد میتواند با خدا وارد یک رابطه عاشقانه شود از و ارتباط و حیات داشته باشد. یعنی الان میخوام اینو جمع‌بندی کنم، چون خدا عزیزان میخواد یک خلقتی داشته باشه
که بتونه با او ارتباط برقرار کنه، ارتباط عاشقانه برقرار کنه، به این خاطر خدا ما رو خلق کرده به شباهت خودش. ما این امکان رو داریم، انسان امکان رو داره عشق و محبت خدا رو دریافت کنه. اینو هر دفعه میگم محیطنم سیخ میشه. به خاطر این عزیزان ما خلق شدیم. خدا محبته، خدا دنبال رابطه عاشقانه هست. چون عشق او، محبت اوست که ابدیه. و انسان برای این خلق شده. و زمانی که ما این عشق رو دریافت میکنیم، که عشق نیست، محبتی نیست که ما میتونیم تصور کنیم، یه چیزی فوق‌العاده الهیه، شاید میتونم بگم چاربودیه، سه‌بودی نیست، اونه که به ما حیات میبخشه. و زمانی که خداوند گفته که به این خاطر آدم و این در رو ببین، این در رو باز نگه دار، باز نگه یا زمانی که خدا اینجا در این قسمت میگه که به این خاطر آدم پدر مادرش رو ترک میکنه، با همسرش حوا یک میشه، منظور چیه؟ الان سمبول آدم کی بود؟ خدا. سمبول انسان حوا کی بود؟ ما. به این خاطر ترک میکنه، با همسرش یک میشه. نتیجه این یک شدن، آدم و حوا یک شدن، تکثیر حیات بود، بچه دار شدن. منظور اینه چی برای خودمون؟ چی؟ زمانی که انسان با، یعنی خدا با انسان یک میشه، این برای ما حیاته. شاید الان یکم سخت باشه اینو فهمیدن، فقط در موردش خیلی مهمه که خودتون فکر کنید و دعا کنید و دوباره برین این قسمت ها رو بخونید. و همینطوری که گفتم که از این سبب مرد پدر و مادر خود رو ترک کرده و با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. و هدف خدا اینه که با انسان و خلقت خودش، با تک تکش ما یک بشه. و این برای ما حیاته. چون یه چیزی با او یک شدن، یعنی با خدا یک شدن، یعنی هر چیزایی که در خداست اینجا با ما یک میشه. تمام قدوسیت او، جلال او، محبت او، آرامش او، هر چیزی که از خداست با ما یک میشه. و اونجا ما به نقشه خدا، یعنی نقشه خدا رو ما تکمیل میکنیم، یعنی به نقشه خدا میرسیم. یک زندگی در اتحاد، در مشارکت، اینجا که نمیشه، حیاتی در یگانگی و مشارکت، رابطه عاشقانه با خدا همراه با رشد، تکثیر، حکومت بر زمین و مراقبت از همه چیز. ببخشید نتونستم درست بخونم. یا یعنی این چیزی هست که این دعوتی هست که خدا ما رو دعوت کرده و از طریق این داستان با فکر خدا، با نقشه خدا برای انسان آشنا میشیم. چون خدا محبته و دوست داره با خلقت خودش ارتباط برقرار کنه. نه ارتباط فقط اینطوری من صحبت میکنم اونم جواب میده. با او یک شدنه. یعنی هر چیزی که در خداست در من قرار میگیره. خدا در آسمون هیچ افسردگی نداره، هیچ ترسی نداره، هیچ چیزی وجود نداره جز از آرامشه. آرامشی که فکر توست، قلب توست، نفس تو، روح تو فرو میگیره و اینجاست که با او یک میشی. به این خاطر قبل از این صحبت ها گفته بودم یه چیزایی که دریافت میکنیم که از این دنیا نیست، هر جایی که در این دنیا هم قرار گرفتی، زمانی که با خدا به وسیله عیسی مسیح که در مورد صحبت خواهیم کرد اونجا یک میشین، اونجا که همه چی رو داری، خدا در توست و
و هیچ کسی نمیتونه از این محبت خدا تو رو جدا کنه. زمانی که عیسی مسیح رو نگاه میکنیم، حالا شاید هنوز باورم نمیکنی عیسی مسیح پسر خداست، در مورد صحبت خواهیم کرد. زمانی که عیسی مسیح به دنیا آمد، بعد از این عیسی مسیح در سن 30 سالگی که خدمت خودش رو کرد و رفت اونجا توی اونجا تعمید گرفت، و زمانی که تعمید گرفت اونجا یک صدای از آسمون آمد و این گفته که این هست پسر عزیز من که از او خوشنودم. پلاقی اینجا خدا چی میگه؟ منظوری نیست که از ما خوشنود نیست، یعنی زمانی که این اشارهی که خدا میکنه این بیشتر برای خودمونه، تقریبا مثل این که اینطوری خدا میخواد این رو نشون بده، ای دنیا، ای تمام خلقت، این فکری و این نقشه‌ای که من برای انسان داشتم در فکر من بود، در قلب من بود، نگاه کنی به عیسی مسیح. این پسری هست که من از او خوشنود هستم. درست متوجه میشی؟ منظور نیست که مثلا تو به درد نمیخوری، یعنی منظور اینه که ببین نگاه کن، این عیساست که تو باید میشدی. نگاه کن به زندگیش، این فکری که گفتم که انسان رو به شباهت خود و به صورت خود خلق کنم که سلطنت کنن، نگاه کنین، این فکر من بود، این باید اینجا ما میشدیم. افسسیان باب 1:4-5 میگه که چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در وی برگزید تا در حضور وی در محبت مقدس و بی عیب باشیم، تا او را پسر خوانده شویم به واسطه عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. این اشاره‌ای که کرده، گفته که این قبل از بنیاد عالم ما رو خلق کرده یا و دنبال یه خانواده بود که بتونیم حکومت کنیم، که از این نقشه بیرون آمدیم، فقط نگاه کنیم به عیسی مسیح، اینی که من فکر کرده بودم از اول، مثل الگویی هست. زمانی که مثلا مسلمانم خیلی عیسی مسیح رو دوست دارم. چرا دوست داریم؟ چون شخصیتش، رفتارش، فروتنی خودش، نه؟ الان خیلی مسلمان هم معمولا باور نمی کنه عیسی مسیح پسر خداست، اینطور یاد گرفتن از بچگی. پس زمانی که نگاه میکنه میگی چرا بس شما رو دوست، عیسی رو دوست دارین، حتی توی خونه های مسلمان هم اونجا عکس عیسی مسیح هم اونجا هست. چرا؟ چون رفتارش، ماهیتش، فروتنیش، هیچ کاری بدی نکرده، فقط با رحم و تواضع و با حلم خدمت میکرده انسان. پلحقی عیسی مسیح در این دنیا حکومت میکرد با محبتش، با بخششش، فقط چیزای مثبت رو منتقل میکرد. عبرانیان باب 2:6-8 میگه چیست انسان که او رو به خاطر آوری، و یا پسر انسان که از او تفقد نمایی، او رو اندکی از فرشتگان پستر قرار دادی و تاج جلال و اکرام بر سر او نهادی و او رو بر اعمال دستای خود گماشتی، همه چیز را زیر پاهای او نهادی. این فکر خداست برای انسان. میگه انسان چیست که او رو خلق کردی؟ الان در حال حاضر نگاه میکنیم، دنیا رو نگاه میکنیم، هیچ خانواده خدا اینطوری نگاه نمیکنیم، فقط اینجا میبینیم که رفتار و عکس العمل این دنیا فقط شریرانه هست، که همدیگه رو میکوبین از بین میبریم. میگه که این انسان چیست که تو خلق کردی؟ و میگه انگیدک کوچیکی چیز کردی و از فرشتگان پستر فرمودی و تاج جلال و اکرام بر سر او نهادی و او رو بر اعمال دستای خود گماشتی، همه چیز رو در زیر پای او نهادی. این به هر حال
خواندگی ماست، خواندگی انسانه، انسانی که خدا این فکر رو داشته و برای این خلق کرده. و این رو فقط به اون جایی میرسیم زمانی که خدا با انسان، یعنی به وسیله عیسی مسیح، اینجا خواهیم صحبت کرد که چطور این اتحاد رو زمانی که آشنا میشیم و باور میکنیم به عیسی مسیح و خدا، این رابطه صمیمانه رو با خدا داریم، این عشق خدا رو دریافت میکنیم، اون موقع اتوماتیک زندگیمون عوض میشه، یه چیزایی دریافت میکنیم که الهیه. و این هدف خدا برای انسان بود که زمانی که این چیز رو اشاره کرد. و از این داستان، از این سمبول ها ما فقط میتونیم باور کنیم که خدای ما خدای محبتی است که دنبال ارتباط صمیمانه با خلقت خودشه. چقدر ما تک تک عزیزان شما با ارزش هستین، چقدر خدا شما رو با محبت خلق کرده و چقدر کوشش میکنه، همه راه ها رو باز میکنه، همه چیز امکانات رو بیده که بیاین با عیسی مسیح آشنا بشین و این حیات رو دریافت کنین و وارد این نقشه خدا بشین. این هدف برال خدا برای ماست. و الان اگر همه چی رو دوباره جمع‌بندی کنیم، اینجاست که خدا انسان رو در شباهت و تصویر خود آفرید. خدا طالب خانواده‌ای با فرزندان بود که محبت، قدوسیت و کاملیت او رو داشته باشن. و اینکه با انگیزه و به جهت عشق و محبتی که در دارد انسان را آفرید، بر حسب خوشنودی اراده و خوشی او خلق شده ایم. خدا محبت، خدای محبت مایل است رابطه دوستی با انسان داشته باشد. می باید شخصیت و ماهیت خدا رو دارا باشیم تا بتوانیم محبت و شکوه الهی رو منعکس کنیم. انسان بر روی زمین مسئولیت به عهده گرفته و باید در محبت خدا بر دنیا حکومت کند. این کلن میتونم بگم نقشه خداست. خبر خوش دوباره میگم که خدا دوست داره شما به این ارتباط صمیمانه محبت با او قرار بگیرین. به این خاطر جلسه حقجویان روی این ساخته شده که اصلا کلن نقشه خدا، ماهیت خدا، فکر خدا، با فکر خدا آشنا بشین. آمین. سوالی هستن این قسمت؟ عزیزان که شما نگاه میکنین، شما میتونین اگر سوالی چیزی هست میتونین همینطور توی اینستاگرام اونجا برای ما بنویسین و سعی میکنیم الان یا امروز یا هفته آینده سوالهای شما رو هم همینطور جواب بدیم. یه سوالی هست؟ خدا ما رو سوال سوالی این بود که الان زمانی که ما زنده هستیم توبه میکنیم میبخشه، یا زمانی که میمیریم اونجا هم امکان هم هست که ما رو ببخشه؟ یا نه، کلام خدا اینجا واضح گفته که خدا این زمان رو که ما زنده هستیم به ما این فرصت رو میده ایمان بیاریم به عیسی مسیح و اونجا او رو قبول کنیم و عنوان خداوند، آمرزش گناه رو به دست بیاریم، اون موقع بخشیده میشیم. و اون موقع هست که خدا این رابطه رو با ما، یعنی روح خودش رو به ما میبخشه که بتونیم با او رابطه داشته باشیم. و بعد از این زمانی که روح خدا در شما قرار گرفته، یعنی این ما میگیم تولد تازه دیگه، اون موقع هست که زمانی که میمیرین دیگه توی دنیای مردگان نمیرین، بلکه بلافاصله میرین توی ملکوت خدا. یا اونایی که باور نمیکنن، رد میکنن، زمانی که عیسی مسیح رو رد میکنن، یعنی فلحقی محبت خدا رو رد میکنن، یعنی میگن که من احتیاج به عیسی ندارم، من با قدرت خودم هم میتونم با خدا ارتباط برقرار کنم یا زندگی کنم. اونا به هر حال بخشش گناه رو به دست نمیارن. زمانی که میمیرن دیگه میرن توی دنیای مردگان که یک روز داوری خواهند شد و دیگه داوریشان برای جهنمه. کلام با خدا میگه دیگه اینجا هیچ امکانی نیست اونجا توبه کنن. مثلا
خیلی دارم نشونه های خوبی دارم میبینم. الان خواهرمون پرسید، گفته که الان افرادی هستن که به هر حال کلام خدا رو شنیدن و اونجا یه جوری اونجا قرار گرفتن، نمیدونن کی کدومش درسته. درسته این درسته. این جلسه ما شروع میکنیم چی میگم؟ میگم که مهم اینه که چقدر خودشون دعا میکنن که با حقیقت آشنا بشن. یه چیزی نیست که با عقلی بتونیم بفهمیم. یا خیلی هستن که کلام خدا رو شنیدن و هنوز تو شک هستن. درسته، درستیست، الان من به عیسی هم از ایمان بیارم، الان چی میگن، مثل اینکه به اسلام خیانت کردن و اونجا شاید اونجا داوری بشن، در اونجا قرار گرفتن. واقعا شاید بگم دردناک. فقط ما باید باور کنیم، با تمام دل حقیقت رو جستجو کنیم. خود خداست که میاد این مکاشفه رو میده. زمانی که ما دنبال دین هستیم، مذهب هستیم، اونجا واقعا اونجا دوچار اینجا قرار میگیریم کدومش درسته. اگه دنبال حیات هستیم، دنبال حقیقت هستیم، یا خود عیسی مسیح که به وسیله روح القدس این مکاشفه رو میده که مطمئن باشین که عیسی مسیح حقیقته، یا اون موقع تصمیمایی که میگیرن. شهادت هایی شنیده بودم که افراد واقعا اینجا قرار گرفته بودن و واقعا دعا میکردن خدا به من نشون بده کدومش درسته. خدا از طریق خواب صحبت میکنه، یا از طریق رویا صحبت میکنه. زمانی که کلام خدا رو میخونی، یهو خدا یه چیز رو باز میکنه و اونجا خودش رو ثابت میکنه. آخه خدا دوست نداره الان خلقت خودش الان به یه جایی قرار بگیره و کدومش درسته کدومش درسته. یا فقط مهم اینه که میگم که زمانی که دنبال دین هستی، ترس به وجود میاد. فقط دنبال حیات هستین، حقیقت هستین و دعا میکنین. هی دائما هم اشاره میکنم، خواهش میکنم خودتون در هفته در دعا باشین، کتاب مقدس بخونین. این عیسی مسیح، اگه تو حقیقتی، خودتو به من آشکار کن. و شهادت زیادی شنیدم چطور خود عیسی مسیح الان هر یا از طریق خواب، از طریق رویا، از طریق یک کلام بیاد خودش آشکار میکنه، یک آرامشی به دست میاری. تو دین، مذهب آرامش نیست، باره. فقط توی حیات آرامش میاد. یه سوالی دیگه؟ شما یکم دیرتر آمدین، نه؟ اینو توضیح داده بودم. یا اینجا توضیح کردم برای خدا گناه، اینطوری بگم کلن گناه بزرگ چیز نیست، زیاد نیست. ما باید نگاه کنیم، ما همه توی جلسه های دیگه صحبت خواهیم کرد، گناهکار هستیم. یک کسی که گناهکاره گناه میکنه و کسانی هستن که برای توی خانواده، توی جامعه خوبی بزرگ شدن، گناهشون کمتره، فقط گناهکار هستن. کسانی هستن که واقعا توی خانواده بد به وجود آمدن، پدرش نمیدونم الکلی بود، نمیدونم توی چیز افتاده، مواد مخدر و گول و نمیدونم دزدی و نمیدونم چیز هست، نگاه میکنی گناهش خیلی زیادتره. خدا نگاه نمیکنه که گناه تو چقدر زیاده چقدر کمه. خدا نگاه میکنه آیا واقعا میدونی که گناهکاری یا نه، ذاتت، ماهیت گناهه. طبق این خدا ما رو میبخشه. متوجه هستی؟ من الان مثلا این گناه هست که واقعا در حق بنده خدا یه ظلم خیلی بدی شده، شاید خیلی بهش آسیب زده، شاید این گناه باعث شده که خیلی اون شخص مقابل اومدن دیگه، یعنی صدمه زده به یه کسی دیگه، صدمه زده مثلا در مورد با اون آدم. خب اون آدم باید یه جوری، درست خداوند گناه همه ما رو گناهکار میدونه و ما همه به نفع گناهکار هستیم واقعا، ولی خب اون دیگه دوباره یه بخش دیگه هست. اونجا دیگه زمانی که الان من به یه کسی یه آسیب زدم، الان این شخصی هست که خودش الان در این قسمت چقدر جستجو میکنه حقیقت رو. چون واقعا در این دنیا همه به هم دیگه آسیب زدیم، هیچ کسی نیست. من نمیتونم بگم من به هیچ کسی، همه به من ظلم کردن، من هیچ کاری نکردم. منم خیلی قلبای دیگران رو شکوندم، فقط برای خودم اینطوری میگه حق من بود دیگه، من این کارو کردم، منم باید این کارو بکنم.
به این خاطر خدا با این دید نگاه میکنه. الان منم خودم اونجا آسیب دیدم، منم به خودکشی رسیده بودم یا و به یه چیز رسید. الان نمیتونم بگم چون دنیا مقصر من اونجا آدم وای چی میگن به من ظلم شده، خود دلسوزی باشه. من باید دنبال حقیقت باشم، متوجه هستین؟ من باید دنبال حقیقت باشم. زمانی که میگم که خدا به من ظلم شده، احتیاج به شفا دارم، احتیاج به آزادی دارم و همین دارم. یک کسی هم که واقعا ترس خدا درونشه، خودمون متوجه میشی که خودش هم خیلی ظلم کرده. فقط مهم اینه که همه ما اینجا هستیم، هر جایی که در دنیا هستیم، ما باید دنبال حقیقت باشیم. زمانی که عیسی مسیح رو هر حال محبت خدا رو دریافت میکنیم، این محبت خداست که تمام زخمای ما رو شفا میده، پانسمان میکنه. و اون موقع هست یا الان شما به من ظلم کردین، من میام اینجا بگم که اسمتون چیه؟ فاطمه. میگم که فاطمه، من چون آرامش رو به دست آوردم و زخمای من چی شده، من میخوام تو رو ببخشم. متوجه هستی؟ در این دنیا بخشش وجود نداره. در این موقع اگه این بدون مسیح فقط به هر حال تلافیش رو میخوام، یا انتقاد رو میخوام، انتقام رو میخوام. یا هر زمانی که مسیح رو دریافت کردم، یک عشقی دریافت کردم، زخمای من شفا گرفته، اون موقع هست که همینطور که خدا عیسی مسیح گناه زیاد منو بخشیده، منم میتونم بگم فاطمه باشه، میدونم خیلی نسبت به من خیلی کارهای بدی کردی، خیلی چیز کردی، فقط من تصمیم میگیرم تو رو ببخشم. چرا؟ چون یه چیزی دریافت کردم، یه قدرتی، محبتی دریافت کردم که بزرگتر از این زخمای من بود. به این خاطر تو رو میبخشم. اینطوریه که آشتی به وجود میاد. یا فقط میگم بیشتر زمانی که به شناخت خدا ما نرسیدیم، ما فقط دنیا رو مقصر میبینیم. پدر من بود، مادر من، چرا من اینطوری شدم، چرا من اینطوری شده، من ظلم شده، در کلاس نمیدونم اونجا بچه ها من رو مسخره کردن، خیلی آسیب دیدیم. تنها عیسی مسیح خداست با محبت خودش، همون امروز هم که گفتم تعلیم دادم، زمانی که ارتباط برقرار کنه، این تشعشع محبت او رو دریافت میکنم به وسیله روح القدس، اون موقع آزاد میشم از انتقام. همسر من زمانی که اون موقع ازدواج اول بود، خودش الکلی بود و بعد از این خیلی ظلم کرد. دختر کوچیکی من 4 سالش بود، اینجا برداشت فرار کرد از خونه و منو لو داد. یعنی واقعا میتونم بگم که تنفری نسبت به او داشتم، مرگ او رو میخواستم، زندگی منو نابود کرد از طریق مالی هم همینطور. یا دختر منو که عاشق من بود برداشت فرار کرد و بعد از اینم وکیل گرفت همه علیه من. اون موقع من هنوز پاس ایرانی رو داشتم، یعنی پناهنده نبودم، پاس ایرانی داشتم و اونجا میتونستم من رو چیز کنم. یعنی واقعا ظلم بزرگترین درد اینجا چیز کردم. فقط اونجا ایستادم، اینجا به خدا میتونه ایمان نداشتم که بسن میگم، فقط داوری رو میخواستم. فقط تو این زمان تقریبا یه 6 ماه بعد از این به عیسی مسیح ایمان آوردم. زمانی که عیسی مسیح ایمان آوردم، بخشش رو دریافت کردم، محبت رو دریافت کردم و حق من بود به او ظلم بشه. به این خاطر اون موقع یک چیزی دریافت کردم، الهی بود، انسانی نبود. اون موقع میتونستم ببخشم. اون موقع نه فقط ببخشم، بلکه او رو حتی شروع کردم برایش دعا کردن که خدا من هدایت کن که اونم ایمان بیاره به عیسی مسیح، ایمان بیاره که بتونیم دوباره بس بشیم. یعنی طلاق گرفته بودیم، دوباره من حاضر هستم دوباره برگردم. یعنی یه چیزی بود که انسان نمیتونه انجام بده و این کار کردم. و همینطورم مغازه‌ای داشتم، به این مغازه رو به دست او دادم، به خاطر دختر من چیز کرده باید پول میداد. یعنی هر چیزی که داشتم به دست او دادم، به دست دشمن من دادم. یعنی از طریق چیز محبت رو، یعنی بیشتر رحمی که خدا به من داده. به این خاطر چون دخترم اونجا دستش بود، باید به هر حال هدایت میکرد. به این خاطر گفتم خدا من میخوام الان زندگی من اینجوری بود، الان زندگی مختلف وجود داره. گفتم خدا الان من میخوام واقعا به تو خدمت کنم، من میخوام واقعا زندگی من. به این خاطر مغازه گلفروشی داشتم، به دست او دادم که هر ماه
درآمدش رو داشته باشه، یک کسی که اصلا یک سنتی نمیخواستم بدم. به این خاطر این سوالی که شما کردین به من زایم شده، فقط چون دنبال حقیقت بودم، چون واقعا چیز رو چی میگن داد میکشیدم و حقیقت رو میخواستم و خود خدا آمد به من آشکار کرد این بخشش رو به دست بیارم، بخشش گناهی من پر از تنفر بودم، پر از حسادت بودم، مرد پولداری بودم، یعنی خیلی موفق بودم در چیز من، یا و چی میگفتم؟ یا پر از تنفر بودم، حسادت، خیلی چیزایی بود. بعد زمانی که نگاه کردم، خودم رو نگاه کردم، از خودم بدم میومد، نگاه نکردم اون چه به من چی کرده، من میخواستم عوض بشم، من راضی نبودم از خودم، فقط راهی دیگه نمیدونستم. فقط یک روزی دیگه در موردش توی جلسه اونجا توضیح خواهم داد. منظور اینه که همه ما عزیزان به ما ظلم شده، همینطورم ما هم به دیگران ظلم کردیم، نفس ما احتیاج به شفا داره که بتونیم ببخشیم و برای حتی دشمنامون دعا کنیم. عیسی مسیح خودش در متی اونجا گفته که ببخشین که به شما بخشیده بشه. دشمن شما که بیاد به شما ظلم میکنه، حتی میگه که دشمنای خودتون دوست داشته باشه و برش دعا کنه. این کی میتونه این کار رو انجام بده؟ انسان نمیتونه، شریعت نمیتونه، دین مذهب نمیتونه انجام بده. زمانی که این حیات رو به دست آوردیم، بخشش رو به دست آوردیم، اون موقع هست که ما میتونیم ببخشیم. راهی دیگه وجود نداره. شاید با زبان بتونی بگی که من میبخشمت، فقط تو قلب تو هنوز چی میگن؟ این تنفر هست هنوز. من تو رو میبخشم، فقط برو از زندگی من بیرون. فقط این نیست. زمانی که میبخشی، منظوری نیست که مثل اینکه این به تو هیچ ظلمی نکرده، چون خدا خواهر عزیز اینطوری فکر میکنه. خیلی جالبه، زمانی که تازه ایمان رو برده بودم، فکر میکردم برای یه گناه باید 10 بار 30 بار من توبه کنم که خدا منو ببخشه. و یک بار بود که زمانی که همینطور دعا میکردم، احساس کردم خدا میگه که ببین من تو رو بخشیدم، در مورد چی صحبت میکنی؟ گفتم خدا منو ببخش. گفت دیگه زمانی که گفتی ببخش، بخشیدم، الان در مورد کدوم گناه صحبت میکنی؟ متوجه هستی؟ ما فقط خودمون رو نمیبخشیم، فکر میکنیم الان باید یه کاری انجام بدیم که بخشش رو به دست بیاریم. خدا میگه نه، باور کن من برای گناه تو مردم، روی صلیب نگاه کن، اونجا گفتم که پدر ببخش، نمیدونن چی میکنن. اون موقع میتونم بگم خدا منو ببخش و باور میکنم که تو منو بخشیدی، بخشش تو رو دریافت میکنم. اون موقع آرامش میاد با ایمان، یا نه با احساس. ایمان رو با ایمان دریافت میکنیم، احساس میاد. فقط میخوای نظر با احساس ببینین که چی اتفاق میفته، نه دوباره احساس میکنی هنوز گناه تو بخشیده نشده. دوباره عزیزان که از طرف سگام ما نگاه میکنن، دوباره میگم سوالهای چیزایی هست، شاید امروز جواب ندیم، فقط حداقل بتونیم اینجا بنویسیم، هفته آینده بتونیم به شما جواب ها رو بدیم. گود، حالا این جلسه که الان گذاشتیم خوب بود، چیزا یاد گرفتین؟ باور میکنی که خدا دنبال ملاقات صمیمانه هست که با شما داشته باشه؟ باور میکنی که خدا محبته؟ باور میکنین؟ امیدوارستم شما همینطور باور کنین. میگم هر جایی که ما قرار گرفتیم به وسیله ایمان، ما میتونیم اجازه بدیم به وسیله ایمان خدا در زندگی ما نفوذ کنه و دخالت کنه و همینطورم راهنمایی کنه. الان تمام این چیزهایی که صحبت کردم این حقیقت بود، واقعیت، همینطور میگم واقعیت الان فرق میکنه. اینجا میخوام ببینیم توی یک بخش دیگه که چرا الان کلن وضع دنیا، وضع زندگی ما اینطوری خراب شد، چرا باید این اتفاق می افتاد. اینجا من فکر میکنم همه ما هم باور میکنیم که یک دشمنی هست که اونجا برای علیه
نقشه خداست و علیه اینه که خدا فرزندان داشته باشه که شبیه او باشن و اینم اسمش شیطانه که حتی مسلمانان هم باور میکنن که شیطان وجود داره. در کتاب مقدس در مورد شیطان اینطوری نوشته که خدا سه تا کیروبین یعنی فرشته های عظیم هستن که اینجا به خدا خدمت میکنن در ملکوت یعنی در پادشاهی خدا اونجا مقام های مختلف هستن و همینطور هم فرشته های زیادی هستن، میلیارد ها فرشته هایی هستن، خدمتگزار خدا هستن و اونجا برحال فرشته ها هم همینطور مقام های خودشون دارن و سه تا فرشته هایی که کتاب مقدس معرفی میکنه که عظیمترین هستن و کنار خدا هستن، یه دونه اسمش فرشته میکائیل و دومینش جبریل یا سومینش لوسیفر. و همینطور که قبل از اینم گفتم در کتاب مقدس خیلی چیزا سرقه سمبول نوشته شده و مستقیم خدا در مورد شیطان در عتیق اینطوری صحبت نمی کنه، بلکه از طریق داستان که واقعا هم اتفاق افتاده میخواد اونجا با رفتار و فکر و روش شیطان آشنا بشیم که بدونیم که در آسمون قبل از اصلا بنیاد عالم در آسمون چه اتفاقی افتاد. و اینجا میبینیم که در عهد عتیق در اشعای نبی باب 14 آیه 12 تا 15 اینو الان برادرمون بهروز میخونه و این در مورد شیطان صحبت میکنه، یعنی در مورد یه پادشاهی صحبت میکنه، پادشاه تیروس بود، فقط الان اون سمبل شیطانه. حالا میتونی بخونی؟ ای ستاره درخشان صبحگاهان، تو از آسمان افتادی، ای که امتها را ذلیل ساختی، چگونه به زمین افکنده شده ای؟ و تو در دل خود میگفتی به آسمان صعود نموده کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود، بالای بلندی های ابرها صعود کرده مثل حضرت اعلی خواهم شد، لیکن به حاویه به اسفل های حفره فرود خواهی شد. آمین. پس اینجا نگاه میکنیم میبینیم که اینجا در مورد همین که اول میگه که ای زهره دختر صبح چگونه از آسمون افتادی، پس در مورد یک پادشاه دنیای صحبت نمیکنه بلکه در مورد شیطان صحبت میکنه. یا زهره دختر صبح، این اسم همون شیطان بود، میگم که الان صحبت خواهیم کرد، یک مقامی بزرگی داشت و اینجا میبینی که در آسمون یه اتفاقی افتاد و تو در دل، بعد از این میگه تو در دل خود گفتی به آسمون صعود نموده کرسی خود را بالاتر بالای ستاره خدا خواهم افراشت، یعنی یه اتفاقی افتاد در قلب فرشته که خودش علیه خدا شروع کرد به شورش کردن. و بریم توی قسمت بعدی که توی حزقیای نبی باب 28 اینجا بیشتر توضیح میده در مورد شناخت، در مورد روش شیطان، آیه 14 و 15. فقط پیشنهاد میکنم که الان کتاب مقدسی که تو دارین خودتون همینطور برین این بابها رو کلا بخونین. اینا فقط الان کوتاه‌تر کردم که زیاد وقت نبریم، فقط چیزای مهم رو اونجا گذاشتم، بعد میتونین برین اونجا دوباره خودتون بخونین. آیه 14 و 15. زمانی تو نمونه کمال بودی، چه خردمند و زیبا بودی، در عدن در باغ خدا زندگی میکردی، تو کروبی مس شده سایه گستر بودی و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشی و در میان سنگهای آتشین میخرامیدی. از روزی که آفریده شدی روش و رفتار خود کامل بودی. اوکی مرسی. سو اینجا کلا در مورد چیزای مثبت صحبت میکنه، میگه که زمانی که تو نمونه کامل بودی یا و در عدن در باغ خدا زندگی میکرد، یعنی با خدا ملاقات داشت، مشارکت داشت، نه مشارکت ملاقات صمیمانه که ما داریم، چون فرشتان دوباره میگم که شبیه خدا خلق نشدن. تو کروبی محض شده سایه گستر بودی، این چیزی بود که شیطان بود، یه مقامی داشت و از روزی که آفریده شده روش و رفتار خود کاملم بود.
مخلوق بود، فقط خدا او رو اینطوری خلق کرده بود. پس این چیزهای مثبت که صحبت میکنه، بلان اینجا میاد که تا، پس یه اتفاقی افتاد در شیطان که اون موقع خدا او رو از این مقام انداخت. و اینجا میتونی بخونی چه اتفاقی در قلبش قرار گرفت. از روزی که آفریده شدی در روش و رفتار خود کامل بودی تا زمانی که پلیدی و بی‌انصافی در تو یافت شد، اما از کثرت سوداگریت بطن تو را از ظلم پر ساختند، پس خطا ورزیدی و من تو را از کوه خدا بیرون انداختم و تو را ای کروبی سایه گستر از میان سنگهای آتشین تلف نمودم. دل تو از زیباییت مغرور گردید و به سبب جمالت حکمت خود را فاسد گردانیدی. به کثرت گناهت و بی انصافی تجارتت مقدسهای خیش را بی اسمت ساختی. پس آتشی از میانت بیرون می آورم که تو را بسوزاند و تو را به نظر جمعی بینندگانت بر روی زمین خاکستر خواهم ساخت. آمین. آمین. پس اینجا دوباره میگم هنوز انسانی نبود، هنوز خدا هیچ اشاره نکرده بود که در مورد انسان که خود انسان خدا انسان رو شبیه خودش خلق کرده. فقط اینجا میبینیم که این مقامی که داشت و میگه که تا زمانی که پلیدی و بی انصافی در تو یافت شد، اما از کثرت سواگریت بطن تو رو از ظلم پر ساخته ای. یه اتفاقی توی قلب لوسیفر افتاد، دل تو رو از زیباییت مغرور گردید و به سبب جمالت حکمت خود رو فاسد گردی. خود شیطان زیباترین کار خدا بود، پرحکمتترین کار خدا بود. همه در این قسمت اگه مقایسه میکردی تمام فرشتگان با لوسیفر، اصلا کلن لوسیفر یه چیز تکی بود و زیباترین فرشتهی بود. یه مقامی بزرگی داشت این فرشته. خودش هم تقریبا میتونیم بگیم توی دنیا ما میگیم دیریجنت، یعنی یه کسی که تمام پرستش رو، پرستش تمام فرشته ها رو به حضور خداوند می آورد که همه شروع میکردن به پرستش کردن. قدوس قدوس قدوس. این مقامی بود که شیطان داشت. و بعد از این میگه که چون به خودش نگاه کرد، زیبایی خودش رو نگاه کرد، یه چیزی تکی خودش رو نگاه کرد، میگه که در تو این غرور قرار گرفت. غرور یعنی خودمحوری. غرور یعنی من میخوام مرکز باشم. و اونجا علیه خدا شروع کرد به شورش کرده. خودش میخواست از خدا حتی مقامش بلندتر کنه. این خیلی خوبه، خیلی مهمه برای ما که زمانی که به گناه میرسیم، مثلا ماهیت گناه چیه، اون موقع متوجه میشیم گناه اصلا از کجا به وجود آمده. و کار شیطان به هر حال این بود که تمام پرستش تمام این فرشتگان رو نزد خودش بیاره، خودش پرستیده بشه. و به این خاطر خدا گفته که چون این چیزایی در تو دیدم، از این جلال تو رو انداختم و دیگه از اون موقع از این لوسیفر شیطان شد، از این ستاره صبح و کروبی مش شده چی شد؟ یک اسم شیطان، الان مدعی، محکوم کننده، فریب دهنده، پدر دروغگوها شد. و اونجا از این مقامی که داشت افتاد پایین. یک سوالی هست که اینم زمانی که این چیزهایی که من آماده می کردم، تعلیم ها را سالا پیش آماده می کردم، باعث برکت شد برای خودمون همینطور. الان اگه مثلا سوالی می خوام بکنم از شما، آیا خدا می تونه یک چیزی رو خلق کنه که کامل باشه؟ خدا میتونه پس یه چیزی رو خلق کنه که کامل باشه؟ یا
الان مثال میگم، الان اینجا میگه که به فرشته چیز لوسیفر گفته که زمانی که تو رو خلق کردم تو کامل بودی، بی عیب بودی. پس چطور این اتفاق افتاد؟ الان گود، الان در مورد گناه اینطوری صحبت نمی کنم. میگم که آیا سوال من اینه که آیا واقعا خدا میتونه یه چیز رو خلق کنه که کامل باشه؟ میتونه؟ یا خوب، خوب یه چیز دیگه هست، کامل یه چیز دیگه هست. وقتی یه چیزی میتونه خوب باشه که کامل باشه، وقتی خدا اینو میگه پس میدونه که کامل شده. الان اینطوری میتونم متوجه میشم. مهم اینه که اینو متوجه بشیم، اگه خدا میخواد یه چیزی رو خلق کنه که کامل باشه، نه اینطوری بگم نمیتونه، بلکه هر چیزی که خدا بخواد خلق کنه کامل باشه، خودش باید توش باشه، چون تنها خدا کامله. متوجه هستیم؟ الان میگم، مثال میگم، خدا یه چیز رو خلق کنه بگه که این کامله، بی عیبه، هیچ چیزی توش نیست، نمیتونه. نه نمیتونه که مثال میگم که نمیتونه اینطوری که قدرتش رو نداره. هر چیزی که بخواد خلق کنه که کامل باشه، خودش باید توش باشه، چون تنها کسی که کامل خود خداست. متوجه شدین؟ خدا فرشتگان رو خلق کرده، شبیه خودش خلق نکرده. به این خاطر نمیخوام بگم الان ناکامل، ضعیف، اینطوری چیز هستن. فقط به هر حال این کاملیتی که باید وجود داشته باشه فقط در خدا وجود داره. زمانی که خدا میگه که آدم رو به صورت ما موافق ماش خلق کنیم که سلطنت کنن، پس به این خاطر خدا ما رو خلق کرده که در ما قرار بگیره. همینطور آدم هوا رو ترک کرد، با هم یک شدن. چون خدا دنبال یه چیزی هست که کامل باشه، ما رو خلق کرده. خدا آدم رو خلق کرد، از آدم هوا رو ساخت، درسته؟ خلق نکرد، درسته؟ ما هم در این دنیا به دنیا آمدیم، فقط به وسیله عیسی مسیح است که ما این حیات خدا رو، کاملیت خدا رو به دست میاریم که کامل بشیم. متوجه هستیم؟ یعنی خبر خوش، زمانی برای خودم میگم که چون خدا دنبال یه چیزی بود که کامل باشه، منو خلق کرده. من امکانات رو دارم کامل بشم، بی عیب، با محبت، با مقدس، شبیه خدا. و عیسی مسیح الگوی منه. عیسی مسیح همینه که من باید سی می شدم، نشدم. الان خواهیم دید که چطور از نقشه خدا بیرون آمدیم، فقط چطور عیسی مسیح، به وسیله عیسی مسیح من اون حیات خدا رو به دست بیارم که به کاملیت برسم. پس دوباره میگم، آیا خدا میتونه یه چیز رو خلق کنه که کامل باشه؟ باید خودش رو تکثیر کنه، یعنی من و شما، به وسیله عیسی مسیح. در روح القدسه که خدا خودش رو تکثیر میکنه و من میتونم یک روز کامل باشم مثل خدا. و شما هم اینطور. خبر خوشه؟ 2000 افتاد؟ بعضی وقت از این سوال هایی که میکنم افراد میگن نه چطور خدا میتونه، خدا اینو میکنه، خدا راست، خدا میتونه همه چی رو انجام بده. پس چطور انجام میده؟ من و تو رو خلق کرده که شبیهش بشیم، کامل بشیم. من باورم میکنم، باور میکنم، نه به خاطر اینکه من میگم من میتونم، نه، باور میکنم چون این فکر از خداست، فکر من نیست. من به دنیا نامدم میگم الان من میخوام اینطوری، این برای این دو دنیا نامدم، پدر مادر منو و عشق بردم، من به دنیا آمدم.
من تصمیم نگرفتم، فقط من باور میکنم که من یک فکری از خدا هستم، خدا منو خواست. قبل از بنیاد عالم هنوز من نبودم، فقط خدا منو میشناخت. چطور؟ نمیدونم. فقط میدونم که کلام خدا اینو میگه. من در رحم مادرم بافته شدم. استعداد، عطا، هر چیزی که احتیاج دارم خداوند به من بخشیده و به شما بخشیده. همه چیز که به کاملیت برسونی خدا ما رو، شما رو خلق کرده. خدا روح حیات رو بخشید و ما نفس زنده شدیم، یعنی اراده داریم، فکر داریم و احساس داریم مثل خدا. و به این خاطر من میتونم به کاملیت برسم. خب چرا؟ الان من این چیکار چه باید انجام بدیم؟ چه باید انجام؟ به خاطر اینجا نشست. نه، کاری نمیتونین انجام بدیم، بلکه به وسیله میگم حقچیان که شرکت میکنی با عیسی مسیح که آشنا میشین، این حیات رو به دست میاریم. کاری نمیتونیم انجام بدیم. فقط اینا برحال اگه صبر کنید تو این جلسه هایی که خواهیم گذاشت، اونجا خیلی چیزایی برای ما باز خواهد شد. سوالی داشتین؟ این کامل بودن منظور چی هستش؟ وقتی انسان میتونه خطاکار باشه، بچه‌ای میتونه کامل باشه؟ اگه خدا توی وجود ما هست، بچه‌ای میتونه خطا بکنه؟ اگه خطا میکنه چجوری کاملی؟ اگه ما میتونیم کامل باشیم، پس چرا میگیم که ما خداوندیم؟ نه، زمانی که یک کسی الان صبر کنین، الان ببینید که چه اتفاقی افتاد که انسان اصلا کلا از نقشه خدا بیرون اومد. زمانی که از نقشه خدا بیرون میایم، دیگه هیچ امکانی نیست کامل بشیم. ما باید دوباره برگردیم به نقشه خدا، دوباره اونجا وصل میشیم. چیزی که ما احتیاج داریم روح خداست. و این روح خدا هم به دست میاریم به وسیله ایمان. ایمان به عیسی مسیح که برای گناه ما آمرزیده شده. اینم ربط داره که واقعا باور کنی که ما گناهکار هستیم. این درسای این هست میخوام یاد بدم و چیز کنم، درس بدم که گناهکار شدن یعنی چی. متوجه هستید؟ پس ما باید به اون حقیقت، پس اول باید نقشه خدا رو بدونیم، بعد از این میبینیم که برای این خوانده شدیم و بعد از این متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده که من سقوط کردیم. بعد از این میبینیم که عیسی مسیح چطور آمد که ما رو دوباره بس کنه به اون چیز یا به اون هدف خدا. بعد از این اینجا باید نگاه کنیم که به هر حال که گناهکار هستیم و بعد از اینم عیسی مسیح چرا آمد گناه چیز کرد، چی میگن، آمرزش گناه شد. بعد از این که عیسی مسیح صعود کرد، روح القدس فرستاد، روح خدا میاد اونجا. زمانی که روح خدا میاد در ما قرار میگیره، ما بس میشیم به نقشه خدا. اون موقع با خدا یک میشیم. آدم گفت به هوا، این از گوشت منه و این از استخون منه. اون موقع هست که زمانی که روح خدا میاد در روح ما یک میشه، اون موقع ما یه اتحادی پیدا میکنیم با خدا. روح خدا با روح ما یک میشه، اون موقع نقشه قرار میگیره، اون موقع دیگه راهی هست که بتونیم به کاملیت برسیم. اینم فقط به وسیله ایمان، نه به خاطر کارهایی که ما میکنیم. این دوام درس، این الان چیزی که گفتم تا مقجیانه کوتاه مختصر مفید، بعد این الان بیشترش باز میکنیم که متوجه بشیم. خیلی افرادی اصلا نمیدونن که گناهکار شدن چیه. فکر میکنن چون من گناه میکنم گناهکار هستم. یا فقط فالش، یعنی درست نیست. چون تو گناهکار هستی گناه میکنی. بعد این در موردش هم صحبت خواهیم کرد. الان اینجا میبینیم، در این قسمت میبینیم که اگه این چیزی که هست صحبت کردیم. پس میبینیم که زمانی که شیطان سقوط کرد، افتاد، و اون موقع برحال معمولا ما میتونیم اینطوری بگیم که معمولا چرا خدا شیطان رو داوری نکرد اصلا بندازی تو جهنم؟ نه، میتونی جهنم بندازی دیگه، راحت بشیم دیگه. کاش که این کارو میکرد. چرا نکرد؟ چون خدا، گفتم که در محبت خدا عدالته. خدا خدای عادلی است، خدا رو شکر. و به این خاطر
این محبت به اراده، به تصمیمای انسان احترام میذاره. نه فقط انسان، اصلا کلا. زمانی که شیطان علیه خدا شورش کرد و تقریبا اینطوری با زبان خودم میگم که میگه که اگه تو خدای محبت هستی تمام فرشتگان اینجا هستن، شاید میخوان منو بپرستن. درسته یا نه؟ اگه تو منو بندازی پس خدای عادلی نیستی. میگم خدا، این با زبان من صحبت میکنم، و فقط خدا خود به خودش، به ذات خودش اجازه نمیده این کار رو انجام بده. محبتش موقع اینطوری چیز نمیکنه، زور نمیکنه، فشار نمیاره. شیطان برو کنار، داوری خواهد کرد. بعد کلام خدا میگه که خدا اجازه داد به فرشته، به شیطان هم اینطور، و تمام فرشتگان اینجا هستن که بودن، میلیاردها فرشته هایی بودن که خود فرشته ها خودشون تصمیم بگیرن. و کلام خدا میگه یک سوم فرشته های خدا سمت شیطان رفتن و او رو پرستیدن، دو سوم پیش خدا موندن. خدا، دوباره میگم، در محبت خدا عدالته و خدا تصمیمایی که ما میگیریم احترام میذاره و اجازه به خودش نمیده دخالت کنه. به این خاطر خدا به تصمیمایی که ما میگیریم هیچ موقع دخالت نمیکنه. خدا میتونه راهنمایی کنه که ما اراده ما عوض بشه، تصمیمای دیگه بگیریم. بعد خدا، خدای ما هیچ موقع تاثیر روی زندگیمون نمیذاره. اینجا همینطور نوشتم، میتونی بخونی؟ محبت اراده آزاد برای تصمیم گیری به انسان میدهد. چون خدا محبت است، عشق اصیل و پاک خود را به هیچ کس تحمیل و اجبار نمی کند. چون محبت حقیقی و اصیل همیشه در پی عدالت است. چون خدا خدای عادل است، به تصمیم دیگران احترام میگذارد. چون خدا در پی داشتن مشارکتی است که داوطلبانه و اساس آن محبت است. آمین. این شخصیت خداست اینجا نوشتم. این در زندگی ما هم اینطور رفتار میکنه. خدا هیچ موقع، زمانی که علیه او بیستی، هیچ موقع دخالت نمیکنه تو زندگی تو. راه ها رو مهیا میسازه که آخر فکرت عوض بشه، دیدت عوض بشه. زمانی که میگی من تو رو نمیخوام، خدا یخه ما رو نمیگیره، تو باید من رو بخوای. محبت این کار رو نمیکنه. به این خاطر خدا اجازه داد و شیطان هم اونجا علیه خدا شد. و هدف شیطان اینه که تمام خلقت خدا رو خراب کنه، تمام نقشه‌های خدا رو خراب کنه. و اینجا نگاه میکنید در پیدایش باب یک آیه یک، اولین قسمتی که تو کتاب مقدس، اولین چیزی آیه‌ای که نوشته، و اینجا نوشته که در ابتدا خدا آسمون‌ها و زمین رو آفرید و زمین توهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آب‌ها رو فرو گرفت و خداوند گفت روشنایی شود و روشنایی شد. اینجا پس می‌بینیم که در بین آیه یک و دو اتفاقی افتاد. پس از ابتدا خدا آسمون و زمین رو آفرید و زمین تهی و بایر بود. یعنی در بین این دوتا آیه ها اتفاقاتی افتاد که اونجا شیطان اونجا علیه خدا شورش کرد و این دنیا، کلام خدا اینطوری میگه، یک تمدنی وجود داشت و این همه چی به هم ریخته بود، به همه چی نابود شده بود. و اونجا خدا آمد گفته دوباره همه چی رو بازسازی میکنه و خدا گفته روشنایی شود، روشنایی شد و تمام گیاها، تمام طبیعت رو به وجود آورد. و بعد از اینکه همه چی رو به وجود آورد، بعد از این گفته بیاین آدم رو و صورت ما موافق ما شبیه ما خلق کنن که سو. یعنی خدا همه چی رو دوباره از اول، یعنی نه همه چی رو، چیز تازه رو شروع کرد با انسان، داستان خودش رو، نقشه خودش رو با انسان ادامه بده که انسان شبیه خودش خلق کنه. و زمانی که اینجا میگه که حکومت کنن، فقط در این تنها خلقت، میتونی اینم بخونی؟ تنها خلقتی که طبیعت و ذات الهی را داراست، به عبارتی محبت، شخصیت، عدالت، تواضع، نیکی خدا را دارد.
قادر است آنچه را که خدا آفریده است و نگهداری کرده و در هماهنگی با خدا همه چیز را مراقبت کند. آمین. زمانی که خداوند که آدم را به شبیه ما خلق کنه میگه حکومت کنن، همین حکومت کنن، این باید ماهیت خدا رو داشته باشیم، ذات خدا رو داشته باشیم که تمام هستی که در خدا به دستای ما میده که بتونیم نگهداری کنیم. این اتفاقی که در آسمون افتاد با شیطان که غرور درونش چی شد پیدا شد که علیه خدا شورش کرد، این دیگه در ما هیچ موقع وجود نخواهد کرد، چون شبیه خدا هستیم، چون بی عیب هستیم، مقدس هستیم و محبت. و محبت همینطور هم در مورد جلسه اولی که در مورد صحبت کردم خدمت، حکومت کردن، حکومت کردن یعنی چی بود یادتون هست؟ از دید خدا حکومت کردن یعنی محبت، احساس مسئولیت بکنی، نگهداری، تکثیر، محافظت کردن، یا از دید خدا حکومت کردن یعنی این. عیسی مسیح، به این خاطر میگم عیسی مسیح زمانی که آمد در این دنیا یک مرد فقیری دیدیم، یک مردی بود که هیچ چیزی نداشت، فقط سلطنت میکرد. چطور؟ با محبتش، بخشش، رحم، فروتنی. فقط ما فکر میکنیم یک کسی که باید حکومت کنه، یک کسی که دور تخت باید بشینه و چه دستورایی بده، مثلا پونتیوس پیلاتوس یا سیاستمدارای چیز دنیایی. فقط عیسی مسیح واقعا با محبتش حکومت میکرد، یعنی افراد رو بلند میکرد، شفا میداد. افرادی که همدیگر رو محکوم میکرد، عیسی مسیح، این زن که زناکار بود، آمدن سنگسارش کنن، شریعت سنگسار میکنه و عیسی مسیح بلندش کرد، گفته برو دیگه گناه نکن. رحمت خودش رو خدا به این دنیا نشون داد. و اینجاست که زمانی که معمولا انسان اگه واقعا در این نقشه خدا می بود، همه ما مثل عیسی مسیح بودیم. به هفته آینده در مورد گناه صحبت میکنم، چه اتفاقی افتاد که اصلا کلن از نقشه خدا بیرون آمدیم، یه چیزی شدیم که در فکر خدا نبودیم. آمین. پس میبینیم که این اتفاقی که در آسمون افتاد، یه دشمنی هست علیه خدا، علیه نقشه خدا بود و خدا اجازه داد، چون خدای عادلی هست و خودش هم فقط میدونست که آخر چطور ما رو دوباره برمیگردونه به نقشه خودش، چون خداست. گود. امیدوارم از اینجا که بری خونه یا خونه هاتون هستین با این فکر بریم بیرون، چون خدا دنبال یه چیزی کاملی بود، منو خلق کرده. آمین. چون خدا دنبال یه چیزی بود که کامل مثل خودش هست، منو خلق کرده. الان در مشکل هستم، فشارهایی هست، این واقعیت، حقیقت اینه که تو شبیه خدا خلق شدی و خدای برنامه بزرگی، نقشه بزرگی برای تو داره که فوق از فکرهای ماست. آمین. گود. یه دعایی بکنیم و فکر خودمون رو، قلب خودمون رو به خداوند بسپاریم، خدا هدایت کنه. خداوند، تشکر میکنیم از نقشای عالی تو و مرسی که خداوند فکرهای تو فکرهای ما نیست، نقشای تو نقشای ما نیست، راههای تو راههای ما نیست. هرچقدر خداوند در شاید ظلمتهای این دنیا غرق شدیم، در بیابونای این دنیا، قلب ما واقعا مثل یک خداوند بیابونی هست، نفس ما شاید خداوند زخمی هست، فقط مرسی که خداوند میتونیم به تو نگاه کنیم، تو راه حل رو برای ما آماده کردی. روح القدس، خواهش میکنیم خداوند تو بیا و این قلب های این عزیزانی که گوش میکنن یا اینجا حضوری یا افرادی که از هر جایی که گوش میکنن، خداوند خواهش میکنم خودت این ایمان رو بهشان
ببخش خداوند که بدونن که چقدر با ارزش هستن، نه به خاطر اینکه کارهای خوبی انجام میدن، نه چون تو ایشان رو شبیه خودت خلق کردی، چون تو تمام امکانات رو به تک تک این عزیزان دادی، اینطوری ما رو خلق کردی که یک روز شبیه تو یا کامل بشیم که هیچ انسان با قدرت خودش نمیتونه انجام بده. روح القدس تو بیا این مطلب ها رو روشن کن خداوند، باز کن مکاشفه هایی که احتیاج هست ببخش. تو این هفته خداوند دعا میکنیم آرامش تو، صلح و سلامتی تو رو ایشان بیاد خداوند. هر کسی مریضی هم هست، هر کسی یه دردی داره، عیسی مسیح به وسیله روح القدس تو، چون تو خدای همه جا حاضر هستی، خداوند دعا میکنم خداوند مخصوصا کسانی که تو ایران، افغانستان و کشورهای دیگه هستن که امکانی ندارن کلیسا برن، خداوند دعا میکنم که حضور تو اونجا ایشان رو هدایت کنه خداوند و شفای تو اونجا جاری بشه خداوند. تو خود دست رو بذاری روی هر زخمی که هست، هر جایی که امروز هم صحبت کردیم که خداوند واقعا ظلم شده خداوند، خداوند دعا میکنیم این رحمت تو بیاد خداوند و خداوند همینطور تو ایشان رو میبخشی و همینطور هم با رحمتت خداوند با چیز میپوشونی خداوند. دعا میکنم خداوند هر نوع تنفر، هر نوع یا انتقاد یا انتقام یا هر چیزی هست خداوند، هر شمشیری در دستشونه خداوند تو ورداری و محبتت خداوند خودت آشکار کنی. شکرت میکنم خداوند که تو خدایی نیستی که با شمشیر با ما رفتار کنی خداوند، بلکه خدایی هستی که با محبت زندگی ما رو دگرگون میکنی. بیا خداوند دعای برکت میکنم این ایمان رو روشن کن، ایمانی که ثمره میاره روشن کن در تک تک قلبا خداوند، که جلال تو ریه بشه و نام تو جلال پیدا کنه در زندگیشون. این دعا رو میکنیم در نام تو عیسی مسیح پادشاه پادشاه رب العرباب. آمین و آمین. گود عزیزان، پس شما رو به دستای خداوند سپردم. الان هفته خوبی داشته باشین و خواهش میکنم همینطور در هفته هر روز در برای این مطلب خودتون دعا کنین، کتاب مقدس رو بخونین. عزیزانی که تو ایران، افغانستان اصلا امکانی ندارین، کتاب مقدس رو ندارین، خواهش میکنم با ما در تماس باشین، ما حتما برای شما این کتاب مقدس رو هم یه جوری برای شما به شما میرسونیم. و همینطور هم اگه جزوه یه حقجویان را احتیاج دارین، اینم به ما همینطور توی چیز اینستاگرام به ما خبر بدیم، این برای شما میفرستیم. فقط احتیاج یا به شماره تلفن داریم که از طریق واتساپ برای شما بفرستیم یا ایمیل آدرس. و همینطور هم کسانی که میخوان با کلیسا آلفا اومگا وصل بشن، احتیاج هم اونجا به شماره تلفن داریم که بتونیم به این توی تلگرام یک گروهی داریم آلفا اومگا که اونجا بتونیم شما رو وصل کنیم، که اونجا هر تعلیمی هست، هر برنامه‌ای هست که اونجا میتونی گوش کنی، تعلیم ها و همینطور هم موعظه هایی که هستن اینجا ما میکساریم، اونجا میتونین از این چیزا هم استفاده کنین. و ما هم با ایمیل آدرس و همینطور هم با شماره تلفن هم خیلی چیز چی میگن خیلی محافظت میکنیم، چی میگن فارسی امنیت، یعنی هیچ جایی هم پخش نمی کنیم، بلکه این فقط برای این که وصل بشیم و برکت بگیریم. باشه، روزتون بخیر باشه. پس تا هفته آینده روز شنبه ساعت 11. فیض مسیح باشه.